سلام، خوش اومدید به برنامه هشتگ برخورد اراده ها آمریکا مذاکره. سه تا هشتگی بود که داغ شد امروز توی توییتر. من از برخورد اراده ها قبلا بهتون گفتم، اما حالا میخوام برم سراغ آمریکا و مذاکره. اولین توییت رو از مهدی محمدی شروع میکنم که کارشناس مسائل سیاسی هم هستش. گفته از طراحی نقشه آمریکا برامون گفته یه جوری نقشه‌شو داره طراحی میکنه که حکومت ایران بدونه که جنگی در راه نیست، ولی مردم فکر کنن جنگی تو راهه. و سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد تلویحا هم به همین اشاره کرده و تو توییترش نوشته که استفاده از سایه جنگ به بیان آمریکایی. کاخ سفید نمیخواد واقعیت رو قبول کنه که جنگ با ایران کار ساده ای نیست، واسه همین با حذف گزینه نظامی از روی میز مذاکره امیدهاشو برای مهار ایران کمتر میشه. احمد وندم یه توییت جالبی زده بود، بی ربط به این جور توییت ها نیستش، که با هشتگ برجام منتشر کرده. یکی از کاربران توییتر فعالم هستش، نوشته کمک کریستیانو رونالدو به مردم فلسطین تنهایی 1.5 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از 20 میلیارد تومان بوده. اتحادیه اروپا به سیلزده‌های ایران هم 1.2 میلیارد یورو کمک کرده، یعنی نزدیک به 16 میلیارد تومان. پس با این حساب اگه برجام رو با کریستیانو رونالدو میبستیم شرف داشت تا با اروپا. توییت جالب و قابل تحمل بود. یه توییتریست دیگه آمار جالب منتشر کرده از شهرهای آمریکا، گفته در کشوری که 400 تن به تنهایی 2.7 تریلیون ثروت داره، فقط تو یکی از شهرها همون سان فرانسیسکو 25,000 بی خانمان زندگی میکنه. فاصله درآمدی آمریکا روز به روز داره بیشتر میشه و ثروتمندان ثروتمند و فقیران فقیرتر. هشتگ هایی بودش که امروز تو توییتر داغ شده بود. تا برنامه دیگر.